سوال میگه که اگر باقی مانده تقسیم عددی بر 6 و 11 به ترتیب برابر باشه با 5 و 7، باقی مانده آ بر 6 پس 5، بر 11 هم که 7، باقی مانده آ بر 66 کدومه؟ حلی که در پاسخنامه نوشته کاملا درسته، اما خب یه خورده طولانی هست، میشه از این حل هم عزیزان من استفاده کنن. من عادت دارم معمولا این تیپ سوالا رو با هم نشتی حل میکنم. خب باید یه کاری کنیم که باقی مانده ها یکی بشن، که بعد بگیم وقتی بری و این باقی مانده شون مثلا یک شده، بر کمیمی میشه 11، یعنی 66 هم میشه 1، بر مخصوم علی های 66 هم میشه 1. اینو باید ببینیم. خب ببینیم باید چی کار کرد. بچه ها دقت بفرمایید، اتفاقی که افتاده اینه. خب گزینه ها هم که داریم دیگه، میتونیم 29 بسازیم، 32 بسازیم، 6 و با این جمع بکنم 11 میشه، 11 با 7 میشه 18، دو برابر 6. اصلا یه کاری کنم که 29 بشه. بچه ها گزینه ها رو میتونم کمک بگیرم، 3 6 تا 18 تا با 5 میشه 23 نمیشه، 4 6 تا 24 تا با 5 میشه 29. امیدوارم همین درست باشه. خب پس چیکار میکنم؟ به علاوه 4 برابر پیمانی میکنم. باقی مانده اگه یکی بودن که خوش به حال دیگه، چی جواب به دست اومد. اما اگه یکی نبود، انقدر مضارب پیمانه رو به طرف دوم اضافه یا کم کنید تا یکی بشن. خب اینجا 11 رو با این جمع کنم که میشه 18، نمیشه 2 11 تا 22. بله چقدر خوب، همین اولی شد جواب. خب پس بر کمیمی میشه 11 که میشه 66، پاسخ میشه چقدر؟ 29. چقدر آسون بود. حالا مثلا اگر مثلا فقط یکیشون میشد این نمیشد، میرفتم سراغ گزینه بعدی، سعی میکردم 32 بسازم. مثلا به خودم میگفتم 4 5 برابر این با این، میبینم 32 خب نمیشه، پس 32 رو ولش کنم، میام سراغ 40 مثلا. به همین ترتیب گزینه‌ای که بشه با هر دو تا ساخت میشه جواب. البته باید حواستون باشه که بعضی وقتا ممکنه گزینه ها مثلا جواب در بیاریم منفی 24 که با 66 جمع بکنیم، اون موقع مثلا یکی از گزینه هامون بشه. حواستون باید به این موضوع هم حتما باشه. پس پاسخ ما گزینه شماره 1 خواهد بود.